با ما همراه باشید با ایران آزادی. گران کردن قیمت بنزین چرا برای حکومت به یک کابوس تبدیل شده است؟ کابوس گران کردن قیمت بنزین در ایران. وقتی ساخت حقوقی کارآمد وجود نداشته باشد، بی‌نظمی حاکم می‌شود. دولت‌ها انتخاب‌های ساده‌تری مانند افزایش قیمت بنزین را ترجیح می‌دهند. افزایش بهای بنزین یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها برای جبران کسری بودجه است. بدون نیاز به اصلاحات عمده، این تصمیم با یک فرمان اجرایی صورت می‌گیرد. دولت‌ها به جای انتخاب اصلاحات اقتصادی بزرگ، ترجیح می‌دهند بهای بنزین را افزایش دهند. در صورتی که مشکلات اساسی مانند اتلاف منابع ناشی از سوء مدیریت و فساد وجود دارند. در حالی که سرتاپای حکومت مولیان را فساد فرا گرفته است، اینطور وانمود می‌کند که یکی از عوامل اتلاف منابع 800 هزار میلیارد تومانی است که بابت یارانه بنزین پرداخت می‌کند. این در حالی است که اتلاف منابع در سیستم فاسد مولیان نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه نیاز به افزایش قیمت بنزین را نیز تشدید می‌کند. برای مثال دولت در سال 1401 137 هزار میلیارد تومان به چند شرکت دولتی کمک مالی کرده است. شرکت بازرگانی دولتی نیز در همان سال 82 هزار میلیارد تومان زیان داشته است. در سال 1400 زیان انباشته 10 شرکت دولتی به 308 هزار میلیارد تومان رسید. با وجود این آمار ارقام، قوانین و مقررات موجود نتوانستند مانع اتلاف منابع شوند. قوانین به درستی اجرا نمی شوند و مشکلاتی مانند فساد و سوء مدیریت ادامه دارد. بنابراین دولت به راه حل‌های آسان‌تری مانند افزایش بهای بنزین متوسل می شود. این راه حل به جای اصلاحات ساختاری، مشکلات اقتصادی را به مردم تحمیل می کند. نظام حقوقی حکومت ایران قاچاق را جرم می داند، اما در عمل این قوانین بی اثر هستند. سوء استفاده از موقعیت مدیریتی و زیاندهی شرکت های دولتی همچنان ادامه دارد. منابع مالی حکومت ایران مانند آب در سطح سوراخ به راحتی تلف می شوند. افزایش قیمت بنزین تنها به طور موقت مشکلات درآمدی دولت را حل می کند، اما این منابع نیز در این سطح سوراخ اتلاف خواهند شد. نیاز به اصلاحات ساختاری و عدم توانایی در انجام آن برای اینکه تغییر قیمت بنزین اثر بخش باشد، نیاز به اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و حقوقی حکومت ایران است. تجربه های گذشته افزایش بهای بنزین نشان داده که بدون این اصلاحات، این تغییرات تنها به افزایش اتلاف منابع منجر می شود. افزایش قیمت بنزین برای حکومت ایران به دلایلی به یک کابوس تبدیل شده است که شامل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در هر بار که بهای بنزین افزایش می‌یابد، واکنش‌های عمومی شدیدی از سوی مردم به همراه دارد و این موضوع برای حکومت به یک چالش پیچیده تبدیل شده است. اولین دلیل این مشکل عدم توانایی حکومت ایران در کنترل اقتصاد کشور است. با افزایش بهای بنزین، هزینه‌های حمل و نقل و تولید به سرعت بالا می‌رود. این امر موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات می‌شود که فشار مضاعفی را بر دوش طبقات پایین و متوسط جامعه وارد می‌کند. افزایش قیمت بنزین مستقیماً به نارضایتی مردم منجر می شود، زیرا آنها به طور روزانه با افزایش قیمت ها مواجه می شوند، در حالی که حقوق و درآمدشان ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است. کابوس افزایش بنزین برای رژیم. دلیل دیگر کابوس شدن افزایش قیمت بنزین برای حکومت ایران تجربه های قبلی است. در سالهای گذشته هر بار که قیمت بنزین افزایش یافت، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت. اعتراضات 1398 نمونه بارز این مسئله است که حکومت ایران پس از افزایش قیمت بنزین با یکی از بزرگترین موج‌های نارضایتی عمومی روبرو شد. این اعتراضات نه تنها حکومت را در برابر فشارهای داخلی قرار داد، بلکه باعث شد که حکومت در سطح بین‌المللی نیز تحت فشار قرار گیرد.
کشورهای دیگر و سازمانهای حقوق بشری از سرکوب اعتراضات انتقاد کردند و این موضوع بر موقعیت سیاسی حکومت ایران در جهان تأثیر گذاشت. همچنین فساد اقتصادی گسترده در حکومت ایران باعث شده است که منابع مالی کشور به درستی مدیریت نشود. به جای اجرای سیاست‌های مؤثر برای کاهش اتلاف منابع، حکومت به سادگی قیمت بنزین را افزایش می‌دهد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. این سیاست باعث شده است که مردم به این نتیجه برسند که افزایش قیمت بنزین تنها ابزاری برای حکومت است تا ناکارآمدی‌های مدیریتی خود را پنهان کند. در نتیجه هر بار که بحث افزایش قیمت بنزین مطرح می شود، جامعه با نگرانی و نارضایتی شدید مواجه می شود. افزایش فشارهای بین المللی بر رژیم. از طرف دیگر حکومت ایران با فشارهای اقتصادی بین المللی نیز مواجه می شود. تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران اعمال شده است، تأثیر مستقیمی بر درآمدهای نفتی و صادرات کشور داشته است. کاهش درآمدهای نفتی حکومت را مجبور کرده است تا به راه کارهای داخلی مانند افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه متوسل شود. اما این راه کارها نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه نارضایتی عمومی را افزایش می دهد. همچنین افزایش قیمت بنزین فشارهای سیاسی داخلی را بر حکومت ایران بیشتر می کند. این امر به تشدید تنش‌های سیاسی داخلی منجر می‌شود و حکومت را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. به طور خلاصه، افزایش بهای بنزین برای حکومت ایران به یک کابوس تبدیل شده است، زیرا باعث نارضایتی اجتماعی، بحران‌های سیاسی و فشارهای اقتصادی می‌شود. هر بار که این سیاست اجرا می‌شود، مردم اعتراض می‌کنند و حکومت در برابر چالشی بزرگ قرار می‌گیرد. بنابراین دیده می شود در موضوع افزایش قیمت بنزین نیز حاکمیت در یک بنبست قرار گرفته است. اگر پای افزایش قیمت بنزین نیاید، از پس هزینه های هنگفت تروریستی، اتمی و فساد گسترده مدیرانش بر نمی آید. اگر ریسک افزایش قیمت بنزین را به جان بخرد، باید منتظر واکنش تند جامعه و خیزش مردم به جان آمده باشد.